به نام یاد خدا، سلام، وقت بخیر. انشاءالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین. بینیده دنیای ورزش هستین و سروش هستم. دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی بکنیم. این برنامه را بگونه همزمان شما از آریانا و آریانا نیست تماشاگر هستین. یادآور شوم که تیم ملی زیر 19 سال افغانستان از چند مدتی به این سو خود را آماده میکنه برای پیکارهای مرکز آسیا یا کافا که در تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. از این رو خواستیم در پیوند با آمادگی های تیم ما و ای که ما تا چه حد و اندازه آمادگی گرفتیم برای این رویداد و تیم ما در چه حد و اندازه فنی هست صحبت هایی داشته باشیم. بنابرای که آقای احمدزی عظیمی فکر میکنم مشخصا روی ترکیب تیم و روی موضوعات دیگر کار میکنن، عذرخواهی کردن. اما نعمت الله وفایی کمک مربی تیم ملی زیر 19 سال افغانستان فعلا از طریق خط اسکایپ از کابل وصل هستند که بیشتر در پیوند با آمادگی های این تیم صحبت میکنیم. آقای وفایی سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام عصر شما بخیر، تشکر. یک سلام خاص دارم به تمام بیننده های تلویزیون شما و مردم خوب افغانستان. بسیار تشکر. وفایی هستم، کمک مربی تیم ملی 19 سال در خدمت شما. قربانتان. آقای وفایی، تیم زیر 19 سال در مدتی که آمادگی گرفته فعلا آمادگی ها چگونه پیش میره و در چه حد و اندازه‌ای شده تیم ما؟ خب در ابتدا باید یک مختصرم توضیحات بدم درباره تیم 19 سال کشور که دو ماه قبل تقریبا به حدود 70 الی 80 بازیکن در کمپ تمرینی دعوت شده بود از تمام ولایات افغانستان در کابل در مقر فدراسیون فوتبال افغانستان که به مدت 5 روز تست بود و از طرف صوب و دیگر برنامه ریزی شده بود تمرینات ما تا ما توانستیم از بین 80 بازیکن و 70 بازیکن 23 بازیکن در ترکیب تیم ملی 19 سال گنجانیده شد و تمرینات ما طبق پلان ما نظر به مسابقات که پیش روی داریم برنامه ریزی شده و الحمدلله تا فعلا و رای معقول و ترتیب تنظیم درستش به پیش رفته. درست. از نگاه فنی که درست شما کمک مربی یا دستیار آقای عظیمی هستین، از نظر شما به عنوان یک کوچ و به عنوان یک مربی تیم در چه سطح آمادگی رسیده فعلا؟ خب تیم در سطح خوب از آمادگی برخوردار است. چندین بازی پیشمانه داشتیم که توانستیم نتیجه محدود را به دست بیاریم و بازیکنان ما با روی بالا و با انگیزه خاص وارد از این مسابقات مرکز آسیا انشاءالله میشیم. درست. فکر میکنم در چارچوب همین تمرینات شما یک بازی دوستانه هم بر تیم زیر 19 سال تهیه دیده بودین. چرا این بازی را برگزار کردین؟ آن هم با یک از باشگاه های کابل. و آیا قبل از رفتنتان به تاجیکستان هم باز هم از این بازی ها دارین؟ فعلا خود اگر وقت نداریم چون در تاریخ دوی مایان اگست سفر از بخیر به تاجیکستان و مسابقات رسما شروع میشه. ما یک بود تقریبا 5 بازی داشتیم که 4 بازی را برنده بودیم در کمپ تمرینی خود با بازیگاه خوب استقلال کابل که در بینای افغانستان وجود دارند با نتیجه 1-0 پیروز شدیم و با تیم ابومسلم فرار که یکی از مدعی قهرمانان افغانستان میباشند 0-0 مساوی کردیم و نظر به برنامه کلانی گذاشتیم تیم در سطح بالای برخوردار است و تمام استعدادهای ناب کشور به تیم حضور دارد. درست. ما یک چیزی را که آقای عظیمی در برخ بازی های خود متوجه بودیم، قطعا شما در برخ سفرها با تیم های دیگر ما بودین که دیدین ما در چند بازی اول شاید خوب باشیم یا مثلا نیمه اول رو بسیار خوب عمل میکنیم، اما بینید در نیمه دوم تیم ما دچار ضعف تاکتیکی میشه و یا به قول عامیانه تر بگیم که دم میکنه بازیکنان ما. شما بر رفع مشکل جدی که ما در بازی ها تجربه کرده بودیم و اکثرا در خط دفاعی هم دچار مشکل بودیم چه کار کردین این بار؟ خب این بار ما سر خط دفاعی خودم کار کردیم، سر قدرت و فیزیک و استقامت و توانایی جسمانی، تمام موضوعاتی که یک تیم ملی برخوردار باشه در پلان خود کار کردیم. بالای بچه ها بالای بازیکن ها همش از حالت خوب الحمدلله برخوردار است چون تیم های بزرگی هم هست که مسابقه می داشته باشند از دقیقه 70 از دقیقه 75 به بعد تحت فشار قرار می گیرند، افت می کنند. فوتبال یک چیز طبیعی حالت افت اینا. ما بازم برنامه خوبی داشتیم و روی از این موضوعات کار کردیم الحمدلله و دعای مردم و تشویق حمایت مردم ما انشاءالله بتانیم که تیم یک نتیجه خوبی را بگیره که مردم راضی باشه. اما در بخش فیزیکی چی؟
فیزیک قدرت بدنی، جسمانی، کمی باعث میشه که تیم از لحاظ قدرتی و فیزیکی در حالت خوبی قرار داشته باشه، میتونه که 90 دقیقه هلا در وقت اضافه اگر برای 120 دقیقه توانایی از این داره که خوب فوتبال کنه و خوب نتیجه بگیره. منظورم از این بود که شما در بخش فیزیکی چقدر کار کردین با تیم ما؟ ما تمام حد امکان پلانی که بوده ایجاب میکنه که اگر انسان یک بازیکن، یک ورزشکار و خصوص یک فوتبالر در اون حدی که قرار بگیره از تمام مسائل قدرتی، فیزیکی، تاکتیکی، تکنیکی همه را کار کردیم، بازیکنان ما الحمدلله هزار لحاظ آماده هستند. درست. یک موضوع دیگر که در کنار این همه موضوعات نیاز است آگاهی های فنی است که یک بازیکن باید بدانه که مربی از او چی درخواست داره. درست؟ در میانه زمین نه. یک هافک وقتی در اون زمین هست، شما برای بازی سازی او، برای که خوب توپ به کدام نواحی باید تقسیم کرده بتونه برسانه، یک سری نیازهایی است که باید مربی با او برسانه. ولی بعضی بازیکنان ما دچار مشکل میشه در این قسمت، نمیتونه اون موضوع رو خوب درک بکنه. در قسمت آگاهی های فنی شما به عنوان مربی، کمک مربی و خود مربی ما چه کارهایی کردین تا از این نگاه ذهنی هم بازیکنان ما دچار افت نشه و کاملا آگاهانه در میدان بازی کنن؟ بله، مربی البته در جریان مسابقه ارتباط مستقیم با بازیکنان خود می داشته باشد، چی از طریق کلامی و چی از طریق غیر کلامی که اشاره به بازیکن می شود، توسط دست یا توسط صدا ارتباط کلامی می باشد، کانال مربی ایجاد میکنه که در از یک علامت هم میرسانه و میخوانه که در او از ما در تمریناتی که بالایش کار شده همون سیستم، همون تاکتیک، همون تکنیک یا تو برای کجا ارسال کنه، آجل موضوع را بودیکن دریافت میکنه و اون را هم. آقای وفایی، یک موضوع دیگری که شناخت حریفان هست، شناخت شما از حریفای ما با توجه به که در جدول زمان بندی ما دو شب پشت سر هم بازی داریم و یک کم ریکاوری بازیکنان ما رو سخت میسازه، یک و آنالیز شما از حریفا چیست در پیوند با بازی های پیش رو؟ خب حریفای ما تیمای خوبی هستند، تیمای قدرتمند هستند در سطح منطقه، که بازی اول با قرقیزستان داریم، دوم با تاجیکستان داریم که تاریخ پنج با قرقیز است و تاریخ ششم با تاجیکستان بازی داریم، یک روز استراحت داریم، بعد از دوباره با ایران هم تو پای هم با ازبکستان و ما طبق همون پلان خود شش بازی الی هفت بازی که انجام دادیم، ما دو روز متواتر مسابقه کردیم در برنامه تمرینی خود، که روز یک بازی خود با استقلال کابل کردیم، تیم قوی، باز روز دوم تحت فشار با ابو مسلم مسابقه انجام دادیم که بازیکنان ما از توانایی خوبی برخوردار بودن، که روز اول هم یک سفر حریف ما اصد شبور کردیم و روز دوم ما تمام من بازی در اختیار ما بود. درست. کدام مرحله رو در نظر گرفتین که تیم ما تو اون مرحله پیش بره؟ خب طبعا ما که در راست تیم قرار داریم برازی میریم اونجا که باید قهرمان شدیم، آن امکاناتی که در فدراسیون بودن ما از اون به حد اکثرش استفاده کردیم، چی از زمین، چی از وسایل، از تمام چیزا که در اختیار ما بوده استفاده مفید کردیم. انشاءالله خداوند. فکر کنم که تماس ما با آقای وفایی دچار مشکل شد. اگر آقای وفایی لطف کنن تماسشون دوباره وصل شه بسیار خوب خواهد شد. فکر کنم تماس ما دچار مشکل هست، نمیتونیم. خب تیم آمادگی فعلی رو گرفته و اردوی تمرینی ما همچنان جریان داره. ما شنبه پیش رو از جمعه به بعد بازی خواهد داشتیم که باید بازی ها رو دنبال بکنیم. میریم سراغ وقفه، بعد از وقفه بر میگردیم در پیوند به آمادگی های بایسکل رانی ما در رقابت های ترکیه که میزبانی شهر قونیه برگزار میشه صحبت خواهد کردیم، که دو ورزشکار ملی پوش ما رو وصل میکنیم که در این رویداد حضور پیدا خواهد کرد. وقفه. دوباره خوش آمدید به برنامه دنیای ورزش و تماشاگر هستیم. همون گونه که قبل از وقفه گفتم، دو ورزشکار بایسکل سواری میلی پوش ما رو داریم که در سفر ترکیه در رقابت های کشورهای اسلامی حضور پیدا خواهند کرد. قیس حیدری با زمان حکیمی، هر دو هموطن و میلی پوش ما از طریق خط اسکای فعلا از سوئیس وصل هستند.
که بیشتر جزئیات را از اونا بپرسیم که آمادگی ها در کدام حد است و چگونه پیش میره. آقای حیدری سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام سروش عزیز، سلام خدمت شما، از طریق سلام به دستانبران عزیز شما و از طریق تلویزیون عزیز شما و تمام ملت افغانستان. بسیار تشکر. و همچنان زمان حکیمی سلام بر شما هم، خسته نباشین، خوش آمدین به برنامه. علیکم السلام، سلام بر شما و برای بینندگان عزیز، خوشحال هستم امروز یک بار دیگر در برنامه شما هستم. بسیار تشکر. میخوایم از آقای حیدری آغاز بکنم که قطعا در رقابت‌های ترکیه آنگونه حس و حالی که وجود داره که باید آمادگی گرفته میشد، در چه حد آمادگی گرفتین فعلا و انتظار دارین که در چه مرحله ای رقابت باشین؟ سروش عزیز، چون در پیش از مسابقات جام آسیا این برنامه ریزی شده بود این مسابقه و ما از اون وقت تحت نظر مربی به نام الکساندرا که آقای خانم حسن از انگلستان برنامه ریزی شده بود و اونا تمرینات ما را هم هفته و هم در ما چک میکنن و ما بر از آمادگی از طریق مربی خارجی ما آمادگی گرفتیم. فعلا آمادگی خوب است سروش، خدا رو شکر. همچنان حکیمی در این مورد چه نظر داره؟ تا گرون چون روزانه استوری ها و عکس ها و ویدیو های مکمل است جریان تمرینات اکثرا در صفحاتش دیده میشه. تشکر از دیدن میشه، ولی تمرینات خدا رو شکر خیلی خوبی ادامه داره که سه نفر هستیم، خوب تمرینات تیمی کار میکنم. مسابقه تاجیکستان من تنها بودم که نتیجه خودی در دست نوردم، اما خدا رو شکر این جماعت سه نفر هستیم، این شاده یک نتیجه خوبی به دست بیاریم، تمرینات خوبی ادامه داره. درست. تجربه تاجیکستان برای خودت زمان حکیمی چقدر کمک کرد که برای رویداد آمادگی های فنی خود بالا ببری و بتانی از هر نگاهی آماده شوی ذهنن؟ چرا که هر رویداد یک دیدگاه متفاوت و یک تکنیک متفاوت و روند متفاوت داره. مسابقات تاجیکستان و مسابقات اسلامی گیم که ما پیشوری داریم زمین آسمان برای خودم فرق میکنن. یک فرما در اون مسابقه تنها بودم، تیم نداشتم، اما خوشبختانه اینجا قیس عدلی و اسلام جرات که در کنار هستن همطور تیم هم مکمل هستن و خوشبختی دیگه ایست که خود رئیس صاحبان در کنار هستن، انشاءالله تا پر انرژی هستن در این مسابقه. درست. حیدری، شما در مرکز بایسکل سواری جهان هستین، جایی که فدراسیون جهانی است، قطعا باید امکانات خوب هم در اختیارتان باشه، فضا کاملا، حتی خطوطی که در جاده های خود سوئیس هم در نظر گرفته شده که بهتر از ما شما میدارین برای بایسکل سوارا کاملا آماده است. این امکانات چقدر در اختیار شماست و شما چقدر از این امکانات خوب استفاده کردین؟ ما شخصا خودم یک تصویر تشکری خاص از WCC که سازمان بایسکلرانی جهان است میکنم، چون خیلی کمک کرد و خیلی امکانات هم بر ما مایه ساخته و قسم که اشاره کردین سرکا بهترین سرکا بهترین مواد را داره و ما دمی سرکا و اینا از اینا تمرین میکنیم. و یک چیز بسیار مهم است سروش عزیز که چون ارتفاع اینجا بسیار پایین است، ارتفاع در بایسکل رانی بسیار فرق میکنه، ارتفاع سوئیس تقریبا 400-300 متر است و 500 متر و ارتفاع افغانستان بود بالاتر از 2000، زمان که ما فعلا در خود کابل بالاتر از 2000 به نظرم ارتفاع بود. اینجا یک ذره ارتفاعش همین یک کمک مشکل پرابلم بر ما خلق میکنه دیگه. با حسن لحاظ امکانات اینا تمام امکانات لوازم اینا در اختیار ماست دیگه، تا حد توان کوشش میکنیم که انشاءالله در این مسابقه یک نتیجه خاص بگیریم. همین موضوعی که خودت اشاره کردی بسیار موضوعی مهمی است، چرا که یک ورزشکار وقتی آمادگی میگیره، ما در هر رشته ورزشی که آماده بشیم برای رقابت ها با هوا بسیار مهم هست، مکان تمرین ما و جایگاه همه چیز. حالا فکر میکنین که شما در ترکیه وقت برین چقدر تفاوت خواهد کرد و بر شما از این نگاه مشکل ساز نخواهد شد؟ جیم سلوژان، فعلا شخصا واقعیت شما بگم از سطح ارتفاع ترکیه آگاه نیستم که چقدر ارتفاع داره ترکیه و عدس میزنم که امکان داشته باشه که با سوئیس هماهنگ باشه دیگه. طبعا مشکلات از هر لحاظ از آب و هوا فرق میکنه، چون در اکثر مسابقات خارجی دیگه گرفتیم از دیگه کشورهای که آمده بچه‌ای که
ارتفاعشان کمتر بوده طبعا در ارتفاع بالا سابقه دادن نتونستن، بچه هایی که در ارتفاع بالا بوده طبعا در ارتفاع پایین مشکل ساز برشان شده. امشالا میبینید دیگه دست پنجه نرم میکنیم و این مشکلات امشالا کش میکنیم نتیجه بهتر. خب از نگاه آب و هوایی قدر تغییرات نخواهد داشت، تغییرات اقلیمی، اما باید بگم که آنگونه که شما اشاره کردیم من رفتم سراغ اصل موضوع که باید بداریم، اما پیش از اینکه من سراغ موضوعی که شما را اشاره کردین از حکیمی باید بداریم، حکیمی این موضوع برای خودت در رقابت‌های تاجیکستان مشکل ساز نشده بود که امین لحظه که خود ایدری اشاره کرد؟ چرا که خود تجربه یک مسابقه بسیار مهم را داری که تاجیکستان رفته بود، سطح تاجیکستان تقریبا با افغانستان نزدیک است از نگاه بالا بودن سطح بحر. ارتفاع هر کشوری که ما بریم زیاد تغییرات میاره برای ما، زیاد تغییرات میاره. مشکل ترین در پاسکلاندی که هست همین ارتفاع ما هست. ارتفاع در هر کشوری که ما بریم، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، و فرق میکنه از این وقتی که تیمایی هست که یک هفته پیش، چهار روز پیش، ده روز پیش میره اونجا قرار باشن، اونا میتونن که بمبو ها با هوا عادت کنن. اما خدا رو شکر دیگه ما آمادگی گرفتیم دیگه ببینیم که چی تغییرات میاد اونجا به خاطر ارتفاع بر ما انشالله. و آمادگی ها تا فعلا چگونه پیش رفته؟ از هر نگاهی باید تجربه کافی داشته باشین، این نقاط نباید فشار روی روحیه ورزشکار و روی آمادگی های شما بگذاره. خدا شکر ای تاثیرات من این وقتی که سابق که من برای مسابقات تاجیکستان تمرین داشتم، مسیر طولانی که من تمرین میکردم 170 کیلومتر تایمیم 6.5 ساعت بود، اما خدا رو شکر که حالی ما 3 نفر تمرین میکنیم و همون مسیر 1 ساعت تغییرات آمده که تایم میگیریم، همون مسیر ما 6.5 ساعت خدم، اما دین روز که ما 3 نفر همون مسیر تمرین کردیم 1 ساعت تغییرات آمده. انشاءالله یک نتیجه خوب میاریم بخاطر از اینکه تا این متغیر کردن نتیجه خوب هم به دست میاریم انشاءالله. درست، اما یک موضوع دیگه است که آب و هوای ترکیه تقریبا زیاد فرقی نداره با اروپا، چرا که کشور اروپایی است و میتونه بسیار، چون آب و هوایی بسیار تقریبا بیشتر بارانی داره، به این دلیل میتونه که نزدیک به سوئیس باشه و کمک بکنه شما دوچار مشکل نشین. قیس از نگاه فنی تفاوت هایی که نسبت به دوران قبلی، نسبت به روزهای قبلی ایجاد شده، خودت در چه حد آمادگی میبینی؟ سروجان طور است که طبعا هر جایی از لحاظ فنی، از لحاظ پیشرفت بایسکل رانی، چون افغانستان خودت بیشتر میفهمی که ورزشکار در افغانستان چقدر تلاش میکنه، طبعا اگر جسمم تلاش میکنه روین یا از لازم مایونز برش، و اینجا خوشبختانه جسمم هم فضل خدا آرام هستیم و روین هم تمام همه کوشش آماده، فکر ما طرف هم ورزش ماست و فعلا از لازم هنی امشالله به درجه خوب هستیم و امی کوچک هم که از ما تست گرفته بود، اما آدم هایی که تست میکنه نتیجه ما را و اما روزه قسمه که زمان جان گفت که ما تمرین میکردیم سابق واقعیت مسیری را که ما تمرین میکردیم یک 6 ساعت 10 دقیقه 6 ساعت 20 دقیقه و دمی چند وقتی که با آمادگی به مسابقه های ترکیه گرفتیم و فشار خود به فشار بالا خود زیادتر کردیم، ما این مسیر تقریبا 1 ساعت تفاوت، چون در بایسکل رانی خودت ورزشکار هستی بهتر میفهمی 1 ساعت بسیار وقت است، بسیار وقت است. 1 ساعت ما در تمرینات خود تغییرات آمده بر ما دیگه، طبعا این معلوم میشه که از لحاظ فنی و آمادگی و چی طبعا فرق کردیم، خوب شده انشاءالله. درست، حکیمی روی زمان بندی تو چقدر کار کردیم؟ چرا که یک بایسکل سوار نباید افت کنه در جریان رقابت، شما هر چی که رقابت بیشتر میشه شما باید نفستان تازه تر شوه و قدرت فیزیکتان نباید کم بیاره که شما در رقابت ها کم بیارین و شما رکاب زده نتانین، رقابت های سختی در پیش هست، فکر میکنین از نگاه فیزیک چقدر آمادگی دارین؟ تمرینی که مربی ما امی کوچی الکس که برای ما برنامه میتم تنها تمرین بایسکل نیست، برای ما گفته باید هفته یک بار باید آبازی کنیم، فیزیک باید کم کنیم، جیم باید باریم، برای فیتنس باید کار کنیم، برای فیزیک باید کار کنیم، تنها تمرین بایسکل نیست، تمام برنامه را برای ما سری همگی شما کار میکنیم. و حالا با توجه به همه امورات میخوایم از سردویتون جداگانه بشنم که هم حیدری بگه هم زمان که
فعلا بر رویداد ترکیه فکر میکنین که تا چه جایگاه تا چه رده بندی پیش میرین؟ ایدری صاحب شما بفرمایید اول. پروژان چون مسابقه طبعا مسابقه بین کشورهایی است که اینا خصوصا قزاقستان، ایران و اندونزیا و اینا وسط بایسکلرانی آسیا حرف اول هم میزنن، طبعا ما تا اصل توان خود کوشش میکنیم که یک پوزیشن، یک مقام بهتر بگیریم تا قناعت بخش به فدراسیون و همچنان با مردم عزیز افغانستان باشه. دیگه کوشش نهایت زیاد کوشش میکنیم، چون زحمت کشیدیم، هر کس زحمت بکشه طبعا حاصلش هم میبیند. فعلا زحمت کشیدیم، خدا مهربان است که نتیجه بهتر بگیریم انشاءالله. و حکیمی صاحب خودت؟ قسمی که قیدیان گفت درست، ما آمادگی خود داریم، کشورهای هست که پیش از پیش اونجا رفتن قرنطین شدن با مو ها با هوا. دیگه توانی که ما داریم، آمادگی که ما برای مسابقه گرفتیم، تایمی که ما برای خود جا کردیم، انشالله که انشالله یک نتیجه خوبی به دست بیاریم انشالله. و ما باورمند هستم با اینکه ورزشکاران دیگر هم از کشور میان، قطعا یک دید و دید هم سبب میشه که شما انگیزه بیشتر بگیرین بر رقابت ها. از طرف فدراسیون چقدر همکاری صورت گرفته آقای ایدری؟ سروش جان، فدراسیون فعلا فدراسیون طبعا اعضای بورد اینجا هستن، یک تعدادی که در افغانستان فعالیت میکنن، رئیس صاحب هم اینجا هست، طبعا تشویق میکنن، خود نامون هم بسیار کوشش میکنن که بر ما اسپانسر پیدا شوه و توان لوازم بهتر بگیریم. خوب است، گرچه WC بر ما لوازم داده، باید ما لوازم خود از سطح مدل روز باید بسازیم، چون هر سال تغییرات می به یک بایسکل در سیستم ساختار در سیستم با شمال ایناش، چون خود بایسکلرانی یک سیستم رشته بایسکلرانی بایسکل یا اکثریت سیستم باد است و کل شمال است، طبعا در باد شمال چی میکنیم مبارزه میکنیم. و فدراسیون هم خوشبختانه خیلی تلاش میکنه، کوشش میکنه که تو المپیک در جریان میمانه، در المپیک خود افغانستان که ما یک سهولت و اینا را ایجاد کنن تا ورزشکارهای رشته بایسکلرانی تمام رشته خصوصا فدراسیون خود ما رشته ما کوشش میکنه که ورزشکارای که هستن و بچه های جوانتر هست اونها را رشد بده. فدراسیون واقعا خیلی زحمت میکشه. آقای حکیمی باید بپرسم، چقدر براتون خوشحال کننده است که یک از بایسکل سواران افغانستان، یک از میله پوشان افغانستان، حالا عضویت شورای المپیک جهان نگرفته و یک با یک عضویت بسیار مهم در آمده. ما پیش از یک از بسکتبالیست ها بانو سمیره از غریر داشتیم، حالا معصوم علیزاده هم به اینجا هم اضافه شد. فکر میکنین که چقدر تاثیر روی کار شما و روی ورزش افغانستان خواهد گذاشت؟ ما اول برای تمام بایسکلدارانه این پوزیشن تبریک میگم. معصوم علیزاده در این المپیک برای ما پر انرژی شدیم، بگراند ما نوز دیگم پر شد. یک افتخار تنها برای معصوم علیزاده، برای تمام ورزشکاران افغانستان، برای تمام بایسکلدارانه. هنوز این مقامه که بگرفته ما هنوز پر انرژی شدیم، هنوز ما دیگه گفتن نمیتونیم که چقدر خوشحال هستیم از این دستاورت که امروز ما به دست آوردیم و جایگاهی که معصوم علیزاده به دست آوردن. هیچ گفتنم چقدر برای ما انشاءالله که من نتیجه برسیم. بسیار تشکر آقای زمان حکیمی و همچنان قیس حیدری، دو میله پوش ورزش و بایسکل سواری افغانستان از سوئیس. انشاءالله که در رویداد ترکیه هم شما را همین گونه خوشحال داشته باشیم و بعد از برنامه با یک امیدواری خاص بین در برنامه و خبرهای خوش را با ما شریک بسازیم. انشاءالله. بسیار تشکر از شما که در برنامه حضور پیدا کردید. موفق باشید. سلامت. همچنان یادآور شم که معصوم علیزاده ورزشکار میرپوش ما که توانست عضویت شورای جهانی رو بگیره، کسی است که در المپیک توکیو هم به عنوان یک عضو از تیم مهاجرین شرکت کرده بود و همچنان ورزشکار است که فعلا در فرانسه به سر میبره. قبل از تغییر نظام چندین سال قبل رفته بودن به فرانسه و رویدادهای مختلف هم تجربه کردن، چالا که به نتیجه برسن و عضویت خوب بگیره. اگر این برنامه را حالا از دست دادین، میتونید که فردا ساعت 7:30 بامداد ببینید و یا هم از صفحه آریان اسپورت. وقت بخیر.